سلام استاد، سلام دوستای عزیز، چی حال و چی احوال دارین؟ آرزومند هستم که با کانون گرم خانوادگیتان یک زندگی پر صفا و صمیمیت به سر ببرین و بیننده برنامه ما باشین. دوستا، امروز باز مهمان خانه هایت شدیم با یک غذای تند و تیز. امروز ما تصمیم دارم که بر شما یک غذای بسیار آسان، بسیار ارزان و بسیار طبیعی را بر شما آماده کنم. خب قبل از اینکه ما برنامه را شروع کنم، یک تشکری خاص میکنم عزیزم از شما که همیشه مرا حمایت کردین، همیشه با کامنت های مقبولتان همیشه چینل لایک کردین، چینل سابسکرایب کردین و با فامیلایتان شیعه ساختین. دوستای عزیز، خوشبخت هستم که شما را در کنار خود دارم. خب عزیزم، اول بریم، ما مواد برتان معرفی میکنم، بعد از او به خیر کار شروع میکنیم که ناوخت نشه و باید دوش هم که در ات یک روز زمستانی و آفتابی و حضورتان نظر شدیم. عزیزم بینده باشین که ما برتان امروز چی تیار میکنم. خب عزیزم، مواد لازمه از این غذا را برتان باید بگویم که ما کچالوی که جوش دادیم دوستای عزیز از ماشینی را کشیدیم، کچالوی جوش داده ضرورت دارم، نمک به قدر ضرورت، مرچ و سیاه یک قاشق غذاخوری، پودر سیر هم یک قاشق غذاخوری، تخم گشنیز دو قاشق غذاخوری، زیری دیگ تنها زیره است، مساله دیگه نداره، این دو قاشق غذاخوری، سیر تازه که از ماشین کشیدیم، مرچ تند تازه که از ماشین کشیدیم و مرچ دلمه گشنیز تازه میده شده و نان خشک. عزیزا امروز بیننده باشین که ما ببینید که ما از این براتون چی یک لوله کباب مزه‌دار تیار میکنم. خب از این عالمی کچالی را که جوش دادیم میده تمام شده بین یک ظرف کلان میندازم. دوستا، کچالو را در بین یک ظرف کلان انداختم. حالا از این گشنیز که میده کردیم بالای از این اضافه میکنم، گشنیز هم اضافه کردم. حالا یک قاشق مرچ سیاهی ما را اضافه میکنیم، از پشش نمک به قدر ضرورت اضافه میکنیم، از پشش پودر سیره اضافه میکنیم، تخم گشنیز دو قاشق چای خوری اضافه میکنیم، زیره دیگ یک قاشق چای خوری اضافه میکنیم، دو قاشق چای خوری سیر تازه میده شده یا 6 دندانه و یک 4 عدد مرچ تند سبز اضافه میکنیم، مرچ دلمه. دوستا، یار همشه که وقت اضافه کردیم، یار وقتی که اضافه کردیم عزیزم، یک کاسه آب ساده را پیش خود میمانیم و این نانایی را که ما آوردیم در بین از این تر میکنیم. تمام از این نانا را تر میکنم عزیزم. ببینین که من براتون امروز چی یک کباب مزه‌دار آماده میسازم. وقتی که فهمیدم که کل نانا همش تر شدن و آب به خود جذب کردن، حالا همشه میکشم، با دستم فشار میتم که تمام آب ازی باید خارج شوه از خود نان، به این شکل شوه. ایره همه اضافه میکنم. البته باید برتان یادآور شوم که در 2 کیلو کچالو شما میتونین که 500 گرام از این نان اضافه کنین. خب عزیزم، شما دیدین که من تمام نان خشک با آب تر کردم، بالای از کچالوی جوش داده اضافه کردم، یعنی این نانا همش تر شد و آبش پس کشیده شد و اضافه شد. حال این نانایی که تر شده را اضافه کردیم، یا را همشه با دست می رقم میده میکنم، امی رقم دوستا میده میکنم و با کچالو و مساله و مرچ تازه و گشنیج تازه خوب مکسش میکنم. عزیزم به به، چی یک خوشبوییه. دوستای عزیز، بسیار آسان است، کوشش کنین در خانه آماده بسازین. خب دوستا، من آل تمام ازیره با یک کچالو مکس میکنم، همین نانه که من میده کردم، تر کرده بودم و میده کردم و حالا که مساله هایش مکسش میکنم. شما دیگه بیننده باشین. خب از این قسم که میبینین خمیر لوله کباب ما آماده است. من برتان امروز لوله کباب پخته کنم از کچالو و از نان خشک. خب عزیزم، آل تمام از این کچالو را که ما شما آماده کردیم به هر شکل که دیزاین میتین او میل با خودتان است، دلتان به شکل لوله کباب
به این شکل جورش میکنین یا دلتان به شکل کلوله جورش میکنین، دلتان چپری کباب جور میکنین. خب من لوله کباب جور میکنم که بسیار خوبش میه. با کمک کمک از آب، یا کمک آب رو پیش دستان میمانین و تمام ازیره جور میکن. دوستا با استفاده با کمک آب تمام از لوله کباب رو جور میکنیم به این شکل. و باید یادآور شم که روغنم میمانم که داغ شود. کلش از ده من اینمی رقم جور میکنم تا که یارم جور کنم، شما منتظر باشین دوستم. خب از ده ما تمام لوله کبابا را جور کردم و به مشکل لوله کباب جورش کردم. از ده بریم آل به سر دیک مروغن ماندیم که داغ شوه و ایره بالاش اضافه کنم. دوستای عزیز، قسمی که میبینین روغن داغ است و ما یک دانه لوله کباب در بینش بسم الله گفته اضافه میکنم. خب از این چیز را که ما باید برتان یادآور شوم، وقتی که این لوله کباب در روغن انداختین، یکی خو آتشش تیز باشه، فرق نمیکنه، خامسوز نمیشه به خاطر که تمام موادش پخته است، و دیگه این زود شور نمیتین. هر وقت که خودش در سر روغن آمد، خودش سر روغن میه، کلش یک نواخت سرخ میشه. فقط شما زحمت تا نمی است که موادش جور میکنین، لوله میکنین و میپرتینش در داخل روغن. دوستا قسمه که گفتم این دفعه اول شور نمیتین، میمانینش که اگه شور دادینش پاش پاش میشه، خودش سرخ میشه. باز وقتی که فهمیدین که خدا خوب گرفته، باز دیگه این رقمی شورش بتین، این رقمی دل بیغم. ببینین دوستا که چقدر خوبش آمده. دوستا دوری دوشام اضافه میکنم بسم الله گفته. سعی کنین وقتی که جورش کنین هیچ از دست آدم تو نمیره. بسم الله، بسیار مزه داره. سزم تند و تیز اما تو ایران منتظر می باشیم تا خود بگیره. نوش جان کدی؟ بله. مزدار بود یا نه؟ بله. تاقلاده بود؟ بله. خب مام یک دانه دوستا یک دفعه ببینین سلیس جان یک دفعه دوستا نشان که چقدر این نرم آمدهیم خوب آمده. دوستا یک دفعه شما از نزدیکی رو ببینین که چقدر نرم خوبش آمده. ببینین یک دانه شو برتان توته میکنیم، مغز شو ببینین. ببینین یک تک ترکاری، اما تو هر کدام شه که دوستا بگیرینه مغزش ترکاری. خب دوستا شما دیدین که چقدر به سادگی، چقدر به آسانی من ایره پخته کردم. اولادام نبودن، تنام بودم، حالا شکر کلشان از مکتب آمدن. دیگه بخون بچیم شما یک دانه را من به اجازه تان نوش جان کنم، جای تان خالی. ببینم که مزیش چی رقم آمده. مزدار است؟ بله. ماما آم خودم خدا کردیم. دوستای عزیز، ایره برتون به اطمینان میگم که بی نظیر است. هیچ فرقش نمیشه از لوله کباب که از گوشت ما شما پخته میکنیم. از این راز پاش پاش نشدن از این لوله کباب کچالو در چی است؟ در نان است که ما شما درش میپرتیم. اگر شما در بینش از اون نان اضافه نکنین،
این لوله کباب شما پخته کرده نمیترین. کچلو با مجرده که در روغن برسه خود پاش پاش میسازه. دیگه از خاطر گفتم که در 2 کیلو کچلو 500 الی 800 گرام نان میتونین شما اضافه کنین. خب عزیزم، این بود برنامه زمستانی روز آفتابی ما. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و از برنامه ما لذت برده باشین و خدا کنه که برنامه های ما به شما مفید واقع شه عزیزم. خب دوستای عزیز، بازم برتان یادآور میشم که خواهرتان تنها نمانین، ما به حمایتتان ضرورت دارم و شما هستین که من هستم. اگه شما نباشین من در هیچ جایی رسیده نمیتونم. امی شما بودین که مرا تا این سطح رساندین، امی شما هستین که مرا به قله های بلند سطح جهان خواهید رساند. و دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه، خدا کنه که ازش لذت برده باشین، خدا کنه که ازش استفاده خوب کرده بتانین. دوست عزیز، تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا دیدار بعد، ایام به کامتان. خداوند حافظ و ناصر همه تان. الله حافظ. خدا حافظتان.